عرض سلام خدمت دوستان، کامبیز قلنگی هستم با فیلم جدید در خدمت شما. فیلم امروز به همکاری دوست سرین رازق جان عبدالرازق گرفته شده. مدت دو سه هفته وقت گذاشتن و خود مهراتی چکر زدن و تونستم یک فیلم قوریونه که چند روز پیش پخش شد در اختیارشون بگذارم و یه قسمت دومه. رازق جان از سن 15-16 سالگی در کران برادران جهادی بر علیه روسا جنگیده، برای طالبا جنگیده و بعد از سقوط طالبان به 15-16 سال رول بزرگی در امنیت ولایت هرات داشته. فعلا هم به استخبارات ولایت هرات کار میکنن. سالهای ساله که جون خود در خطر میندازن برای آرامش و امنیت هموطنان در شهر هرات. خب امروز خود رازق جان میریم به خواجه صاحب سر قبر دوتا دوستو، نماز بعد از ظهر به خواجه صاحب میخونیم، فردا ظهر خونه پسر آقای رسولی، شهید رسولی، قماندان امنی فرح دعوتیم، بعد از ظهر میریم به پارک ملت هرات و بعد از آن میریم به صفیون، به یک از دهات و دیدن دوستان. با ما باشین، امیدوارم که از این فیلم هم بزنم. ما به این طرف خواهی سیب انصار که خود شما افراسته میرین، اولی که بزرگوار است ما برای خواست احترام داریم، هر چند وقت یک بار حتما میریم بزی آرامگاه و بعد از انگیزه و مفکره ما اینه که ما به سوی خود میکشاندی تا از عزیزان ما اینگاه دفنند که واقعا دوران کودکی و نوجوانی را همراه از اینا سپری کردیم. اونا خیلی برای ما خیلی ارزش ویژگی خاص خود خوردیشتن، بیشتر چیزها رو ما از اینا بیاموختیم و ما هم بزرگ شدیم. تقریبا میشه گفت اسپار هم که اگه میبینی اسپار هم برای چیزه، اسپار برای بزکشی ما تا نگاه ببینیم ایجی کامران شورا و لای تیم و مسابقه از سویری هم برگزار میکنن. خب هر سال بر مناسبت که هست ما و شما رو از این موضوع از اسپا میریم بیرون و وضعیه خود رو دنبال میکنن که اینگاه اول شهید رژیم محمد موسی رسولی کماندان امنی ولایت نیمروز که بود تو از فامیل های نزدیک ما را که جگاه دفنه و همچنان الهاج محمد میره صادق وزیر هوانوردی پسر امیر اسماعیل خان هست. از هم دیگر از کودکی ما خود از اینا گویا کانون شده، چون دولت مهاجری بود جمهوری اسلامی ایران بودیم. بیشتر روزها یعنی از مرتب تا بیرون خدمتگر بودیم و همچنان رئیس موسا جان اونا باید بزرگتر از ما بودن باید کرد چیزا از اونا ما باید سلامی دوران کودکی هم بیاموزیم. به اون خاطره که میره خود شما انشالله خودی سه انسان هم زیارت بشه و هم عبادت بشه و هم یاد از دوستا بود. نیسار رسولی یک از فرماندهان مجاهدین بود در وقت جهاد، در وقت مقاومت هم بسیار نقش اکتیفی داشت که از نزدیکای قماندان صاحب شهید دیگر جناب الحاج جلالدین خان بودن. به اثر دید به این سعی تلاش دید به این دموکراسی و پیشرفت جامعه خدمت های شایان کردن. اینا در قدم اول که می دولت نوپا وظیفه گرفتن به زودی بزنستن روش کنن در داخل جامعه و نظام بینا اعتماد کنن که این مدیر استخبارات ولایت هرات بیدن. در او وقت زمان به اساس لزوم دید مقامات زیرسلاح مملکت وزیر وقت زمان اطمال سیف و سایر بزرگو جناب رئیس جمهور حامد کنزی اینو لازم دیده شد که به صفت امیر امنیت به ولایت نیمروز باشن. خوشبختانه در ولایت نیمروز کنار رفتم بتونستن در اون ولایت که اون وقت امنیت نصفی داشت این روز امنیت سرتاسری بیارن، پلیس فعلی ها که
تحت کنترل مخالفین رو آزاد کنم و سایر کارهای را نیز در شهر کنم، چون ولایت نیمروز بسیار مرز نزدیک داره با جمهوری اسلامی ایران، بعد از چند بسیار عارضی بیابونی داره که اینا توانستن از خیلی چیزا جلوگیری کنم. بیگا باز به مو پاداش جناب موافق جناب رئیس دولت وقت زمان اینا به صفحات قماندان عملی ولایت تعیین شدن، اول صفحات آمیر امنیت بعدا به صفحات قماندان عملی ولایت نیمروز. خوشبختانه آدم شجاعی بود و همیشه سعی میکرد که برای دیگران هم بفهمونه که ولایت فرا و نیمروز آرومی هست. بیشتر شایعات بود که بویا شهرها بند دیگه، همیشه اینا با موتر رفت آمد داشتن، با موترهای نظامی با موترهای لنجر میرفتن میانه. یعنی سفر آخر برای اجلاس یا سیمینار به مرکز کشور دعوت شده بودن، وقتی که اونجا رفتم به مرکز وقت آمدم دیگه اونجا ولایت نیمروز بعض کارهای مشکلاتی بود که باید حتما به موتر میرفتن، چون سفر از اینا رسمی هم بود. من حتی به اینا تذکر دادم که شما به جاقا نریم به موتر، باید به تیار بریم میرمید، چون خودی تهوایی هفته دو پرواز دیشت برای ولایت نیمروز. من گفتم شما به تیار میتونیم بریم، گفتم خب این بچه ها که یعنی محافظی میکنم رای ما هست اینا چکا کنم، گفتم اینا میرن دیگه اینا مشکل نداره. گفت نه اینا امانت های مردم هم، باید اینا تنها نگذاشت، اینا فرزندان همین مرزبون هستن، به اون خاطر خود اینا همراه بودن که به مین کنار جاده برخورد معترض اینا و نشون به شهادت رسیدن. در بو وقت که رو شهید شدن یک بسیار دعای بزرگ برای ما و خانواده ما و تمام این ملت که قدر اینا سرکار دیشتن شد. به همون وقت باز بیشتر از بزرگو مثل جناب رئیس خداداد این نگاه رئیس شورا علمای ولایت هست آمدن با ما همدردی کردن، جناب آقای عدیس و سایر جنرال هایی بیدن از گوشه کمال دوستا و بزرگو آمدن با ما همدردی اعلان کردن، ملت با ما غمشیدگی و همدردی کردن. در این باره این خود از این همچه های دوان خود که اصلا میشه با که اصلا میشه سالگی این وقت که مؤثر بیدن انقلاب میشه و اینو به جهاد مسلحانه در افغانستان دست میزنن و همراه بزرگوار عزیز ما شهید بزرگوار الحاج علاءالدین خان و جناب بزرگوار امیر سید اسماعیل خان همراه و همگام بودن و به اون وقت زمان که اینا خوب دارم بودم، چون انقلاب هم بوده، جنگ های ذات بینی روز خواهم نیز با مملکت بوده، به همون وقت بسیار مشوره های نی که بگی بزرگا میدادم و اینا هم نیز بر از یه سماد که دیدم رو از یادم اسامو که دیدم که
ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت می کنم. ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای، هر جا روم قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. شبم را نوید سحرد خدایا، و شاخ امیدم سمرد خدایا. شبم را نوید سحرد خدایا، و شاخ امیدم سمرد خدایا. غریق با مرد دست و گریبان، و ساحل نشینان خبرد خدایا. غریق با مرد دست و گریبان، و ساحل نشینان خبرد خدایا. مبادا نشیند بگل کشتی ما، از این ور تمارا گذرد خدایا. از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون تو مال فی سمای اخسی فمی کمال مرد فیضا هیه تبور اللہ من تو مال فی سمای یورسیل علیکم حاسبا فستعلم لکیف نزیر ولقد کذب اللذین من قبل فکیف کان نکر ولم یرو الى طیر فوقهم صافات و یقبض ما یمسکهن الا الرحمن انه بکل شیء بصیر امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور امن هذا الذی یرزقکم من امسک رزقا ولن یوفی طول ونفر فمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا ومن یمشی سویا علی صراط مستقیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض إليه تحشرون ويقولون ما تعالى الملك من Thank you.
تو میای امروز بابا تو میای. من میگفتم بابا چیه؟ هیچی برای جالب بود. میگفتم این بابا ما کی نیست و برای خود خجالت میکشد. من وقتی که آمدم به پین ما رفتیم میمون زیاد آمد، تقریبا 60-70 نفر از مجاهدین میمون آمدم. اونا خب به هر شاید یک سال خیلی که زود بیامدم 9 ماه یک دفعه میامدم. این دفعه شاید بگم 2 سال تیر شده بوده باشه. خب ما سرپرست خانه کاکا من اینو بیدم عمر. بعد از اینکه اجاقا ما آمدم گودام گودام کلونه ریشم بلند ریشم تو خوب یاد من ریشت پیشنا که بلند میشد تو فرفیری میشد من تو سعی میکردم گفتم بابا تو همین بیار من پیش میرفتم مر دوست میکردم باز خجالت میکشیدم یه غالت خاصی داشتم همی با بالا طرفتون یعنی مادرم گفتم پیش بابا خم برفتی گفتم بابا چون گفتم هم ریش بلنده داشتم میشناختم اونتا نبود کنم پیار کنم میشناده ریش بلنده داشتم اینتا بود و توی و در دنیا بودم چی بودم خب بعد از اینکه حالا شد میامادم اینجا آقام تقریبا یک هفته دو هفته به خونه بودم به خونه اینا به خونه که میامادم به خجالت میکشم پیش از اینا نبودم هرچی مادرم رو پیار کنم برو پیش اینا بابا بیا دست میکشیدم یک هفته همونجا بودم به ته یعنی اگه هفته هر روز اینا تماس داشتم میگفتم این روز میریم اون سبا ما میگفتم از بسته که دست مرموی بعد ما نکرده بودم دل من نماز کنم روزی که رفتن کلون هم بودم دیگه هفت ساله بودم اما در گریه کردم میگفتم از بعد از اینکه اجاقا ما رفتم از اوی جمعه احساس کردم که تیار چه در ارزش داره چه در خوب بوده باز برستم تقریبا 8 ماه نمازم به 8 ماه اینو باور کنم که من مریض شده بودم مادرم اونو به دکتر بردم یک خاطر اونه یک خاطر اینه که از این جلو انمی اتاق ما فرشتش فرش دو تا به یک رنگ بود فرشا و دو یک درازه خسته امی فرشا ما داخل شدم به اتاق داخل شدم گفتم باقا گفتم امی فرشا را سر انگرد امی را عوض کنم گفتم خوبه امی نلینچه را مدر خوب اتیار کنم به حالت خاصی یعنی کسی که سیمایش عادت دادم چهره اینو معلوم نشده در خود اتاق کردم گفتم دو فرشه یعنی سه تا فرش میستانیم یعنی اتاق را که من که تیار کن بعد از او بیرون شدم گفتم که یک ده تا پونزه تا کمپلا خوبی هم برو بگیرم تن پولم برو بدارم پولو را بگیرفتم دیگه سی کردم گفتم تلویزیونی هم اتاق ما یعنی اون تلویزیون من روشن نکردم سعی کردم گفتم تلویزیونی هم بستم مواره هم تو با منا خود خواهم استم بستم من این تلویزیون رو فعال کردم نه هم مواره نه هم همی نلینچه و بالش دست خورده و نه هم همی فرش همین های همون تکه بودن اون تا نگاه داشتم برفتم یک روز بعد از اون سبای رفتنی بودم بیامادم گفتم من هم اتاق حاضر آماده سر خود داخل اتاق کردم همی تا به همی شهر کرد نه خوب گفتم نه ها گفتم همیت یک تبسم یعنی آرام و باز بعد از او شبه که میخواستم برم بیامونم بالا میرفتم مهمون بودم و که پیم میشدم گفتم خب سبا من رفتنیم خود شما خیلی جالب بود همیت اول خب گفتم که همین تیاره میه خود تیاره بریم اینا ری کنیم همین گفت که عبدالرازق بیشتر گفت خدا شاید و باید همیت گفت همین بچه ها مردم با ما اعتماد کرده پیار داره مادر داره ما از اینا چی بیتری دونم؟ من خود همینا رو بیاوردم پس خود خود میبرم این خود با ما بده داره که ما لباس مبارزه رو بتن کردیم ما بیاییم از پیش دشمن فرار کنیم شونه خیلی کنیم از که زیر بارم مسئولیه خب یک حد دیر شد ما نتونستیم خانهات داده در حال کسی دیگر گفت دو جلوتری هم گفته شده بود که نریم به همین رو همین دفعه نریم خب باز که تا شدم گفتم خیلی سبا من رفتنی و من میرم بریم روز خوش دارم علاقه دارم که این دفعه برم به همین حالت همین تکردم گفتم یک بچه دارم بعد از من کسی دیگه نیه اگه تو خودی ما رفتی بیاد رو ما کاره شد به میخونه و فهمین ما کی باشه که سرپرستی کنه به خدا همیدادم گفتم خب اینا پین شدم برفتم همی بود که اونا پین شدم من اون ساعت برفتن از اونا دقیق برای مام نمیگفتم همی یک خصیحت نبود خب همی بود که قضا و قدر الهی رفت بود یک خاطره من همی بود که همون یک روز و یک شب آخر برای من یک دنیا یعنی هر چی که
به روزی که من زنده باشم این به پیش خود تفسیر کنم، خیلی معنی ها به پیش منه، خیلی کارا و خیلی حرکاتی دیدم که به من خیلی درس بوده. همیتا یک دیگر من چی پلر میدم چی رقم ما اصلا نه اصلا ما یک فضای جالب اینجی بود که ما اندگر نصیحت میکردیم. یه جوگا من یک خصیحت داشتم اگر گپ میگفتم بعد اون گپ از اینا اول گپ رو نمیگفتم، میگفتم گپ رو میگفتم که مورد تایید همه که خبر بودیم ما که زنگ میزدیم با هم دیگر. جالب اینجی بود که من نصیحت میکردم با خدا، میگفتم بابا جان شما فکر شما باشه که اونجا اگر کسی میای پاسپورتی میگیره بودم در نمونه مردم، اگر کسی میای به ترافیک لیسانسی میگیره کسی نمونه با مردم، یعنی با خدا همی نصیحت هم همی گپ هم میسته که چی نمی کنیم تک تک اگر یعنی پیر کدو پدر اجازه میده که بچی که اون کلون کرده به من شرایط افغانستان اون نصیحت کنه و از اون نظر بگیره. من نمیاد درازی مست و چی مست بچی جواب نمیگفتم اون چاش هیچ میگفتم سه میگفتم سه گوش میکشیدم هیچ. من نمیاد درازی مست و چی وری کلون شد خود اینا چی رقم بود اول که چی شد گوی وقتی از اینو نظر میخواستم میتنا بعد اینو مگر نمیکردم میگفتم راست میگی صحیح درست هیچ وقت نبود که نظر کسی به پیش خود حتی موترون پهلوی نبود میگفتن میگفتم که از ایران میرم نبود که بگه تو از ایران برو بیتره. میگفتم با که دایم چی میکردم میگفتم خب بعضی جا خیلی اجازه ندیم به زینا که خود اینا خود سرانه کار کنه. میگفتم این راهی که این ریش داری که متر رو دست از این راه بزو معلومه بعد ای باید خود از این از خود خود یک چی دیشته باشه از خود خود یک فکر داره که از ایران بره بزو بیتره از ایران. پس میگه اگر من خیلی از اینا فشار بیارم اینا تحت به اثر فشار نه گفته خود ما مردم ایران به اثر میفتم یعنی اعتماد به نفس خود از دست میدم باشه که اینا قوی باشم حاکم باشم بالای هم لباس و بالای هم وظیفه خود خیلی از اینا نظر خیلی میکردم. یعنی اینو شو جلوتر خود عبدالرازق اینا میمون اجی شریف بودیم بعد گفتم روز خان بخورم هم جلوشه عبدالرازق گفت میت گستخی نمیکن و خیره باشه بای خودتگام هم از ما جلو باشه در حق گپ بینیم. یعنی آدم گپ پذیر و انتقاد پذیر بود. به هند گرفتیم مادر ما خیلی مریض بودم با مادر گفتم خوب دیگه به هند ای رقم با چادر نگردی مقبول همه تا چیز لباس خوب بپوشی خوب همه تا شوخی هم میکردم خوب همه تا لباس این دیگه بپوشی استیل کتر برو با بازار گرد بینی. خیلی آدم آزادی بودم خیلی آدم یعنی آزادی به معنی از اینه که آدم رو چیزی بودم نفهم جامعه هم بشنه طرفتار طرفتار دیموکراسی و آزادی بودم خیلی چی بودم. من جالب اینجا اگر ایگه خدای نکرده به اسلامیت اینو چی من بر نخوره بگم یعنی جمع دوستانه میشمه که ایخ ذر میشد میگفتن ریشت بلند شده ایش خواه تراشون صاف و پاک و سطره باشه بیتر از تمیزی مو اگر بلند نمیشد از امتراد بیام و دارم ایت نامنظم میبود گفتم بابا جان مو بلند باشه خوب و میتونم چرف کرده مقبول باشه لکس باشه عطر بزن به بازار برو خوب خورتیار کن خود اینا همیشه خوش داشتن که آب چه باشن همیت پاک و پکیزه و همیت چه باشن من بهم فیلم ها و اکس ها بدیدیم من بیتیم کردم خود ما خود اصلا بمی جنگ هایی که بودم اونا وعده و وعده لباس های نروچا می شوشتم باید لباس های نمیت پاک و پکیزه می رو ببرم خیلی خصوصیت های خاصی که برای من با ارزشه چون به صفت یک پدر برای من یک ارگو تحصیل هم باید دوستش که تحصیل بودید؟ تحصیل دیگه من یک والدین دکتره خب دیگه مادر من سنف دوازدرم خلاص کردم خب دیگه همشیری من ادبیات دریر خلاص کردم خب طرفدار تحصیل ساعت فی ساعت خیلی همیشه کوشش میکنم فامیلی مهمه یعنی من یاد منه که دائم به ایران میگفتم پرونده عبدالرزاق بود اینا نمیرفتم عبدالرزاق یاد تو هست یا نیه خود اینا همی پرونده هم ولا بلاغل از اینا بود از این مکتب به این مکتب مرد چه میکردم میگفتم تو جایی که جا داشته باشه برو به غیر انتفاعی مر به غیر انتفاعی چه میکردم در حالی که از اوار میمادم به افغانستان و جنگ با طالب بود با همی خیری ها و زری ها کاکم تکسی داشتم عبدالرزاق هسته عبدالرزاق هم با همی آخیدا که اینا به افغانستان آمدم اینا متر داشتم میوه فروشی میکردم یک متری بود اینا میوه داشتم داخل از میوه فروشی میکردم کاکم هم تکسی داشتم به ما حالت که ما خیلی چی بودیم یعنی به حالت اقتصادی ناوسامانه داشتیم بازم ما و همشیری ما به غیر انتفاعی درس میخوندیم به تحصیل خیلی کوشش داشتم
همیشه همین شعار اینا بود. میگو یک گپی همیشه میگفتم گاهی که چی میشون بین خونه میگفتم همین چیز رو همیشه میگفتم آیا آنانی که میدانند با آنانی که نمیدانند برابرند. همیشه همین چیز رو میگفتم. اگر یک جای مثلا یک گپی که میشد که باید از آدمایی که میفهمم تعریف بشه همین برای از اینو یک تک کلام بود همیشه برای ما میگفتم دیگه. از هر چی که از خاطرات بگم کم نمیکنم، هنوز من فکر میکنم کم نمیکنم، جای خوزی نداره که من بشینم پیش رفقا خو همیشه تعریف کنم. خلاص نشده، هیچ وقت خلاص نمیشه. به دل من همیشه جای داشتم، جای داشتم. خدا من رحمت کنه، رفت جای کنه، خدا صبر بده. کاش که مردم و جامعه از اینو خوشن. یعنی می شما یک افتخاره، به نظر من یک افتخاره. مهم از اینه که مردم اگر خوش می بودن به رفتن خدا دو روز آدم نجات بده که مردم بگن نباشه این انسان، این انسان بسیار گنده از آدم نفرد کنه، خدا دو روز نجات بده. من چی بگم؟ او روز مرگ یک انسان، هر انسان که باشه اون مرگ نه، هر انسان باشه. من می گفتم من پلیس می شم، می گفتم خب تو که پلیس می شی، من بگر برم از وزیر داخله به تو مکتوبی بگیرم، تو بخاطر از اینکه بچی منی باید باز پرتیبازی کنم تو برای تو رتبه بیشتر بگیرم. دریور اجاقام دوم سوران بود، یعنی رتبه اول افسری بشت دریور، یعنی اینو چه باز مردم میگن این پرتیبازی که جگران شد، مردم باز یک عالم گپ تیار بشه. همین جهاد و خدمت ما زیر سوال میره. تو برو یک کار دیگه بخو بکن. آدم خوشیاری بودن. بخدا با هم میگفتن تو برو یک کار دیگه. خوشیاری بودن با جور احلا غیرتون. همی خود. ایتا نمود که با قصد قانون هم قانون بود. میفهمید که میوادم نقانونی شده. بایی قصد هم. میفهمید که ظلم شده. جلو منطقه میبینه. دیگه تی بده. مردم عدو. مردم بخیر برای منطقه میگه میفهمید که کلیانی چی میگه. با مو رفتار. جدا از این مسائل که ایجاقوم خیلی به حساب نظامی خیلی پختش بودم میفهمیدم، این وقت علاءالدین خان خدا بیامرزه تمام همی بخش نظامی و والی سیاسی را اگه بگم شاید سیاسی کسا دیگه هم بودم که نظر میدادم، این بخش نظامی از اینو مکمل به اختیار ایجاقوم بوده. یعنی به حساب جنگایی که بوده، عملیاتایی که میشده، اجاقام اینو تعریضی و حساب نظامی خیلی پخته بودم، میفهمیدم. از هر لحاظ، از تکتیک های پارتیزانی و چلیکی خوب اینو بهم هر جا استفاده میکردم. یعنی اگر میرفتم به وظیفه میرفتم، وظیفه اینو به همون شکلی بود که میفهمیدم که از اینجی باید به چی، از چی طریق وارد شدم. جایی میرفتم که وظیفه بین مردم بود، اول میرفتم متنفذین همون کلونه همون منطقه رو میدیدم. بگم بلند نیست. اینه بود که از را برم عملیات کنم، خونه مردم رو تلاشی کنم. بعضی وقتا یه که اگر به کشت کنم خیلی بخی بند کردم، مواد کنم قاچاق مواد مخدر به نیمروز بخی به همین مافیا مواد مخدر بخی به مشکل خود بکنم. باز اسنادای دارم که فیلم های نه از خود این های بیش از تون ها نمیتونم بگم، 10,000 تون، 5,000 تون، 6,000، خیلی گرفتن، خیلی بخی. اگه یک ساعت دو عمده شده بودم جلو پاچاق مواد گرفتنم نموز کراسون 10 نفر انتحاری هم بودم. مگر نیم نموز کراسون نیم نموز شهر خوده چای دوباره داشته، مگر برای داشتا بگیری تا موضوع خود 10 نفر انتحاری هم بوده بود. همین انتحاری هم همین تا یک ارگان کشوی غریب خود جور کرده بودم که همین انتحاری هم بعد از اینکه اینا بوده بود اینا رو همین تا بلفل حتی یک نفر خود اینا همین طرفت بودم بالا سر کمی دست از این گرفته بودم دست و کچی بود تو داده بودم دست از شونه خدا خیلی اجوان آدم تنومند قوی هیکلی بودم به دویش و به کوبولا شدن و به چیز خیلی ورزشکار همیشه با ورزش یعنی صبح به صبح ورزش صحابه ای از اونها هیچ وقت از پیش از اونها فرده بوش نمیشون مثل که نماز نمیشون یعنی به سلامتی خوب به ورزش خوب خیلی اهمیت میدادم همین مردم رو همیت گرفتم که اصلا او از او تکون نخود خودم واسکت این تری خودم خود اینو فیلم برداری های اینو هسته خود اینو هسته که گفتم ما از کجا اومده اینا رو همیت دسکیت کردم به شهر نیمروز چند وقت چی شده بود که دو نفر سکیلی ها دو پشته یعنی دو نفر سکیلی میامد ترور میکرد پولیس ها
همی بند از اینا مکمل گرفتم با چی تکتیکه گفتم از احسر مثلا فردا دیگه کسی ها نداره سکر دو پشت سوارش هیچ امکان نداره که در مسجد جمعه ایراد سه فاتح، چهار فاتح خلندگر همزمان نباشه اینجا. این خیلی جالب بود که من برای از این گفتم سه کنیم این پایه مرده میخور اگه موسا جان درنه شهید شده هم نشون میده هیچ کس دیگه بود نیست فاتح ندید این بسیار جالب بود هیچ کس دیگه فاتح ندید تمام همی مجاهدین بودین عزیزتون بود بگیم اونا همه که خدم آقایم شریکی کردن حتی آقای عدیل و اقامانده میدان هوایی بود نرفت و نگاه استاد شد سر فاطمه بود ما از این کار بسیار از ملدنگوشوی خیلی خوش ما کرد همین تو که شما پیشتر گفتیم مبارجه نبیده به خدا واسه مردم دیگه نمیتونستن ما از این در عدیل در بیری کنیم او در ورودی و خروجی جور کردیم به این حالت از اون کرچیون همیشه تا تاکسیون همیشه بیا تا او قریب کارگر تا آخرین خدمه همین جنرال هم بودگاه حضور دیسته این بسیار یک چیز خاطره خوب جالبی بود که هم ای که ما ای بدم بودیم هم ای تا که یک آدم بسیار لای حضور شد که برای ما دست داده بودیم بردی آراد هم غم بود هم خوشحالی یعنی خداوند رحمت کنه دیگه چند وقت بعد هر شکل شکل چی شد؟ باز و نفر دیگه میخوام دیگه میخوام خوشحال شد میخوام خوشحال آن برادر میخوام بیشتر ازش شکر میدم وقتی دیدم میدم بله ما همی دوم کنیستی یعنی ایم چه خاله از ایم چه خاله جوای عبدالعزیز یادم بود اول همی هم کارم میده برسه اولا دوازده نفر از سرباز تو افسر از می اعضای همی خانواده و همی جبهه شهید شده این بخش روی عبدی خان به این دوم کریستی ما بیتینی آدم آخر از دست بدن مقاطل ایجاد این دوم کریستی از اگر یک وعدت ملی یا چی بگم یک دولت نوپا هر چی شما حساب میکنیم مقاطل هم انتخابات ها و این هم مثلا این شکل خان قماندان هم نه یک ویلیسویلی عدستان یک ویلیسویلی نو هم در این صاحبی ده که شما اگه میفهم که عدستان دروازه وردی و خروجی ایرات و بیشتر هم خیلی تلاش کرد خیلی زحمت کشید خب هر صورت بازم متاسفانه باید بدبختانه و باید و مین کنار جاده یک این تیری داخل سچه شد کنه این بیشتر هم شید کرد این که دیگه من این کنم یعنی بیشتر به مای خود را چکار کنم به من خود بیتر کنم بیم بیم شروع کنم سر نشکه پیشتر چه دیگه ما برای امتحانات از این برای بیرون یا برای دوستانها خصوصا چیزی نداشتن که اینا همین ابتکار کردن که همین شهرگزین تحسیس نمیدن و این که چند وقت میشه یا چی و سایده یا امکانات را از کجا آوردن از زمان خود اینا میتونه بشنه این که ما به این بالا من خانه جاده داریم
چون اینو به مسائل امنیتی رفت داره و همیشه اینو خدم و همگون بیدن تعداد قدیست ها هستن اینو که پیش ما استادن جاقا اینا مسائل برادرها خوستن کس که محتر میشوره اینا شعورو تراش کردن که مواد نگاه خدا نواسه و چون مردم خود یا کانون یا خانون ها اصیل ببینن اینا در این راستای امنیتی ما نگاه فقط چند تا سرباز معلی داره که این خانه جاها در محافظت میکنه بیشتر جاها اینا خود از اینا کردن زحمت ها رو کشیدن از زمان خود از اینا میتونیم بشنیم به نام خدا عبدالناصر سفیزاده هستم یکی از شهروندان شهر عراق باستان عرض سلام به خدمت تک تک همشهریان عزیز از هر کجای افغانستان که سلام آر میشنوم سلامی برای این عرض میکنم عبدالناصر سفیزاده مسئول شهر وزیر تخت سفر و بنیانگذار محیط تفریحی در افغانستان دیگه ای تقریبا حدود 12 سال میشه که این ما بنیانگذار کردیم و افتتاح شروع به کار کرده و در حدود 12 سال 12 سال چیزی بیشتر خلاصه میشه که ما شروع به کار ازی کردیم و مردم میایم از اینجی از محیط تفریحی تفریح خور میکنن و تفریح سالمه و مخصوصا این برای جوان ها برای جای نداشتیم برای خانم ها این تأسیس شده تقریبا 12 سال میشه جناب بزرگوار آقای حسنزاده هستن که اینو خدم ناصر جان این مفکوره اینو دیشتن در زمین دوست دیگه ما بیم عزیز من بیا و خیلی ساعت شما خوب یعنی که برای شما صحبت شد ما اگر به حساب نظام و اصله و تفنگ تونست امنیت رو تامین کنیم اینا تونستن یک شادکومی برای ملت بدن این که نوید بدن که افغانستان انشاءالله دیگه واپسی جنگ نخواهد بود مردم چون از جنگ اینا خسته شدیدن این افتخار این دو برادر در قدم اول این برادر دیگه این دوستان که هستن اینا این افتخار کردن امروز سی دعوت رو بسن این کار بکنن از افتخار جمهوری اسلامی ایران آمد بیدن روزگاه زندگی بسیار آرام و خوبی هم داشتن آقای اصلا دادا ما یک شعب شعر هم تیار کنیم اگر تو شرکت کنید این شعب شعر اینجا تخت سفره فعلا هم ساعت حدودا 9 شبه از نظر امنیتی الحمدلله هیچ گونه مشکلی نداریم ناامنی در سطح هرات نیست در سطح هرات طالبی وجود نداره نیروهای امنیتی خیلی تلاش میکنن که امنیت برقرار کنن اگه تک و توک ناامنی باشه که در تمام دنیا هست این ناامنی که بعضی وقتا طالب مخالف دولت مستقیم نمیتونه با دولت درگیر بشه حرکات رزیلانه انجام میدن که الحمدلله ناموفقن و مردم هم تا ساعت یک دوی شب اینجا با امنیت کامل خانواده ها میایم و از این فضا استفاده میکنن الحمدلله هیچ گونه مشکلی نداره روزانه یه هفته یه چوز مراجعین داریم یه چوز بینیم ما از نوروز روزای نوروز که میشه هفته چیزی در حدود 500 هزار نفر ما بازدید کننده داریم و فعلا هم در حدود شاید در هفته 45 هزار نفر میشه هفته روزا جمع بازی کننده ما خیلیه و هفتگی مثلا کمتره هرچی هوا خنک‌تر بشه بازی کننده ها کمتر میشن زمستون دستیم یه وقت زمستون هم با هستیم و روزا جمع حتما مردم استقبال میکنم و میان جوان ها چون جای دیگه نداره هرات بری تفریح دیگه نداره به شنیده بودم که به پل پشتو هم قراره که همیت یک حرکت انجام بشه از طرف دیگه الحمدلله در سطح هرات از نظر پارکسازی بخش خصوصی خیلی فعالیت کرده مخصوصا همین شرکت ما که هست فعلا در سه پارک که یکی تخت سفره به پارک دیوم، پارک فرهنگ و پارک روبروی ولایت پینجا پینجا میگن سه شهر بازی ما فعلا افتتاح کردیم و فعالیت میکنه سه پارک خیلی مجهز و انشالله اگر قسمت باشه در پل پشتم ما خود ما سهامدار هستیم که اونجا هم فعال میکنیم
سوالی که شاید رفت مثلا چوز کارمند داریم چوز چند خانواده از اینجا ما فعلا در سپارک چیزی در حدود 120 نفر مستقیما کارمند داریم و غیر مستقیم شامل غرفه ها که میشه چیزی در حدود 200 نفر میشه. تو سوال رو میده که یک در روشون که توسط جنگنده‌های روسی یک بمبار شده بمبار به شدت بمبار شده که تا فعلا به مو حالت هست چون اینا بیشتر خونه‌های مسکونی بوده که اینا از مردم های بیدن که از اینا مهاجر بیدن گویا به جمهوری اسلامی ایران یا جای دیگر به مو منظور صاحب اینا دیگه تا حالا که از مهاجرت نمودن که اینا رو دوباره بازسازی کنن یا سال هست که از این برخمیت به جا مونده میهن مردم هایی که در این آشه زندگی می کنن همه این آشه که ما شما فعلا روان هستیم این جز به اولیس فعلی اینجین ایران که مردم اکثر کشاورزی اینا دارن در این محیط میشه گفت شویلیزار هم هست که برنج لیلافر یا برنج گرده اینا هم می گفت کش میشه از همه گی یک چیز خاص دیگه داره که چون منطقه مجاهدین بیده و هست از امنیت خوب برخورداره که امین مشینه که در حال تجاده این مطرقات در حال رفت آمد به شما میدیم اینا اکثر فامیلی های هستن که به ایدگاه به این پول هاشمی که در اون وقت سردار محمد داوود خان گرفتار هاشم کاری تکمیل شده و در زمان داوود خان کار شروع کرده بیدم اینا به نام هاشم خان بوده یا کسی بوده که صدر اعظم وقت بوده او خودی به این باید جور به این صاحب و یک گروژه داره به نام سمت یاد میشه که اینگاه بسیار سمت با کیفیت میشه کار از این پیش رفته بوده که او حتی استخراج میشه از اینگاه سمت که بدبختان این انقلاب که صورت میگه او هم بودن واجدی رو به ایران هنوز هم کار نفت داد یه برسمه که باید بکنه سرطوال از طرف نواتها چند رفت دیده شده و متاسفانه بگم که اون طوال به کار نفت داد دلیل دلی اینایی بیده که دستگاهی که اونگاه سواره رو از این کار کرده باشه بگه نمیشه کار کرد چرا اونها دستگاه بسیار قدیمی بوده که حالا فعلا رو کشور هندوستان که در این وقت زمان این بخته داشته کار از این اون رو گفتن باید این کلان این دستگاهی وست شد بلاخره کوتا برای شما بگم که اگه اون کاری را نفتاده اگه اون را افتاد بسیار اکسمیت خوبه دیشه اون خاطر یه اگه پول بسیار رقم استاندارد ساخته شده که در گذشتان که بوده تانگو و دیگه چیز ابرو از بسیار رفت آمد بیشتن ولی ما خوشحافتانه کرد حتی اون پول که نشتسته ای چه که تا حالا که میتونه سالم هم هنوز هست عزیز هم هیچ مشکل خاص نداره پیش روی ما که میریم ایگاه جاده هست که در این وقت انقلاب ساخته شده بود نه به شکل میهری بالاخره یا رگ بگم یا جغل اون یه جغل اندازی شدید که
فقط با سایت های نظامی از این باید تردد میکنن که به قول دولت سابق یک کمان جور کردن یا ما هم میگفتن سرع کمان. بالاخره امروز رو به کار رفته که روی اون مستر فرام هایی که خدا رحمت کنه درود خان ریاس جمهور وقت میده یک سرک حلقهی که دور ایراد باشه و ماست جور شه بخاطر که اون سرک وصل میشه به جاده ایراد اسلامقلعه که میره به دوغاری رو بلاخره به جمهوری اسلامی ایران منطقه ترانزیت که از اینجا میه دیگه وابستین به داخل شهر نه که مشکلات ترافیکی دیشته با وجود بیاره. یعنی اون جاده فعلا باید کار رو بازسازی قرار داره که بسیار جای خوبی هم شده کار جاده تا میردود آقا آغاز کار شروعه و نصف از او به بربرداری رسیده که بساختن. این روی هم شما این چادرهای بسیار قدیمه که این آقا خیلی سیاه میگفتیم یا پلاس ها که اینا بسیار خاطره داریم از اینا که در وقت انقلاب چون قریا وارد حسابات موشک بیان دیگه چیزا قرار میگیریم باز همین چادر نشین ها بیدن که در بیامون یه طرف حرف بیدن بسیار برای ما کمک میکردن و همیشه ما مثلا مورد مهمایی خود قرار میدادن علی نظر از این که برای ما چای نون دیگه دیگه میدادن. ما از کالاسوس خاطره خوب داریم تا همون در نشم مشمام نبیدن از اول اگه میبینه که چهار فعال نمیدیش زمستون ها مطمئن خیلی همین چادر را زندگی میکنن. زمستون ها میشه زندگی کرد ولی ها چون بگو اینا یک چیز هست که در تویستون داخل از اینا هستن در اصل و زمستون باز میایم به داخل قریه ها خود چون تویستون بخاطر علف شد هر جا که علف هست اون روار که میبارن یا گسپنده با چرا میره مهاجرت میکنن از این مسیر به این مسیر و در زمستون جای قرار میگیرن که خونهای گیلی باشه در این گذاشته اما تا به وقت انقلاب بدبختانه بود که نمیشد قیم جور کنن زمیستان هم به داخل از این آتیش روشن میکردن داخل مستوزه هایی که به داخل آتیش روشن میکردن و بسیار خوب بود که انمی به جالب گبی بود که به همی آلت رو خیمه پراسه هست میده وقت قصه کنی آفتاب یا خورشی قشنگ معلوم میشه داخل چشمه ولی حتما مثل موجزه و این چیزه هست بارون با همون سرعت زیاد میایه بایدن اون تا با داخل این چه نمیرده با داخل چادر این چه نمیرده. این خیلی چیز جالبه برای کسایی که ندیده باشن. ما خود با مفتا اول که چیزا ندیده چون ما بسیار بچه بوده که به جمهوری اسلامی ایران واجه شدیم به خود از اینکه پدرام و اینا اگه به این جهات شرکت ایشن با جمهوری اسلامی ایران که واجه شدیم دوباره که به افغانستان کم بزرگتر شده بیاموده خود به داخل کشور از خدا از این خیمه ها سرکار پیدا کرده بسیار برای ما جالب بود که چرا بارون نمیزنه بگیر منطقه گیره رو به شما که هست اینا غلی ها و قاسمات مختلف نه اینا جز به سایه ویلسفری اینجیره که تا تقریبا میشه گفت تا پول هاشمی اینا اینجیره متاسفانه چی رو گرد دیرخت شده من قابل شما حده میگاره اینا یه نه این دفیگی خاک بارا شد امکان بارون از نکه از نگاه راحت و پروژه سمیت از نگاه معلوم میشد بقیل اون خوب میبینه میگو پروژه سمیت و از نگاه راحت هم معلوم میشد. گردفاق و مباره من بیشتر صافتر بده یال او ولی بیشتری مردم هم کار اگه میایم برمو خاطره ها هم یا گردفاق شده حرکت کردن یا با میله میرن دیگه اینا ها این هم پول آجیم هم اینا ها هوا صافی یار خود شرکت هم خود معلوم میده بسیار مرمون هم میده
دیگه هست هم یه دو تا در یه برنامه به دو قوم گفته میشه خب و دیگه فعلا کشاورزی خوب ادامه داره فعلا هم بگیم خانومه رو میبینیم پنبه جمع میکنن دیگه خب این طرف جاده پنبه اینا اون تا شهری هم دیگه کش میشده دیگه در این وقت کسی میدونم که قماندان جدی هم شد بعدا رو ارباب این منطقه بود اینا فعلا که شما میرین رد میکنن اینا چی ده اینا کنجه تو این زایده بله بله کنجه تا کنجه میگن آب کنجه اینا بسیار مردم کشاورزی هم چون اینا آب خوب دارم اینا به دریا هم نزدیک هم به واسه اینگاه شهری هم کش میشه ببینید شهری دیگه مثل پنبه کنجه نهان جمهری و امسال از اینا هم این دنیا بیکارم اما خود هم به امسال کشاورزی امسال برابر ایمد ستا شمی تایر به دست هایی بطه که پنچری بیده گرسه 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 این جاده نوسازیه که برای موتورهای سنگین که از این طرف بیان اگر گوی از شهرک اسلام قلعه که به مرز جبری سنب ایران هست بله در گذاشته بابید که برای شما گفتم قابلا این چی بیده به نام کمن سرک کمن اینجا دولت تانگ و امکانات ایش که گوی از دیگاه شهر اداره میکنن ما از این کمن به سختی تیر میشده این طرف که میبینه میخوره به جاده اسلام قلعه این طرف شما میخواد این به جاده سنواله میخوره که از مرز ایران نیاید به این طرف میشه که بگیرن بله بله همه خط کشی داده رو بگیرن همین که به شهر میاری و استاندارد ساخته شده نمیخوام بید میاره این طرف شما یا نه این طرف که رو برو شما هستید جلوی روی فلکه بله یعنی این پروژه سمیت نگو معلوم میشه بله نمیدونم که میفهمم که میاره به دوربین شما بله میاره بله پروژه سمیت که به شکل درست ساخته شده و همین تپای یا همین کوهایی که شما میبینید جلوی رو اینا همه سمیت یا سیمان داره که چند سال یا مثلا چند وقتی میتونسته به راحتی کار کنه نگو این طرف هم اجازه میره به میردوید آقا که طرف کابل اینا دیره میشه بله همین کمربندی که میخواستم درست کنم به عظمی از اینه یعنی همین کمربندی هست یه روز یعنی همین یک قسمت نه این جور شده فعلا دیگه بیشتر جاده جور شده و دیگه رقم جاده هم زر ساخت هست که انشالا زودتر اگه ساخته میشه از این بعد قرار به همینه که موتورهای سنگین به خاطر ترافیک جاده اینا هم کشده نیاین به چی نیاین به داخل شهر نیاین از کسی خب بیا تو بیا بره موتور بیا بالا شو بیار تایر نه بگو پنچری گیر تمامیه و بالا شده گیر درمو دیگه میخوره تا دیگه میخوام تو پنچری دیگه نمیخوی بریم درمو شکریم اینجا چیگر؟ چند میلیون دلار هزینه از ایجاد شده؟ ایران درست کرده یا افغانستان درست کرده؟ نه، این افغانستان جور کرده یک شرکت خصوصی واگذار کرده دولت شرکت این کار میکنه فعلا هم کار ادامه داره شروع به این فرق بوده که بیشتر از قسمت ها ایجاده جور شده پارسال آمده اون بیاه سرک راست نشد Thank you.
محل تفریگاهی که مردم میایم در زمان هر زمان زاهر خان به بعد دیگه گفت محل تفریگاه بوده که هم خود پر هاشمی هستم تفای اون شما که هست اینا اینا هم میگی بقای در مردم آقا دیگه اینا همون سبت یا سیمان داره این پول هاشمی همینه بله این پول هاشمی همینه همون وقت زمان با شما خیلی ساخته شده و همین بیشتر این مردم من اینجا میان برای تفریح میان و اینجا از پول به بعد اینو جز به سویلی زندجان میشده اینو این پوستر روی بود شما اگر سر میقرار با امیلیتی این هم مربوط به سویلی زندجان این بعد شما داخل دریار بگیده این طرف شما هنوز هم مردم هستن چون روشوم هم از دیره باد هم شده باز هم مردم هستن که به خاطر دیگه تو منطقه امنیت داره امن اینگاه تا حالا الان دلت دوزی و گپ اگه صورت نگیریسته به اون خاطر مردم تا دور وقت میام اینجا برای تفریح اینا همراه خانواده خوب باز که به خاطر امروز به جمعه هست که به اون خاطر هم از نیگاه شلوغه و میان مطرح که به تی جاده هرچی که از که بجیره ما خود اینا هم صرف به خاطر همی محل تفریگاه اینجا بوده ما وقت زمان وقت جهاد از اینگاه به سختی میتونسته عبور کنیم چون سری تپای روبرو به شما که هست اینگاه دولت پستای مستحکم دید به خاطر از اینکه برای حفظ پروژه یا برای حفظ این محیط اتزادیشتن باز هم با حالت سختی که دیش ما تیر میشده این طرف هم دیگه جد به سویلی زنده جونه که نگاه خواهد شما دور میخواریم پس تو انشالله با طرف ایراد این جاده کرد این داخل پروژه سمید میره داخل این پروژه که گفتم به شما که برای برداری اون وقت زمان قرار گیسته و تا انقلاب شد که دیگه همه چیز از بین رفت بیشتر به نفسان استفاده میکردن نسبت به ما حال جلوگیری شده؟ فعلا جلوگیری شده بند سلماک ساخته شده بله کار از این تکمیل شده این شما که حال فعلا دیدم این موضوع بیشتر بیشتر هم کار میشه دیگه اون خود پروژه فعلا این شما تکمیل دیگه بود دیگه کسی در کار نباشه فعلا تکمیل چکان من به سوگ سرخ لاله ها روان خون چکان من پناه به انفجار سرخ میبرد
به چار راه جبری سیاه انتخاب ها. کنون گذشته از سرم تمام آب ها و دشنه ها به استخوان من رسیده اند. نشستم به میزبانی تفنگ و ماشه و خشاب. کجایی ای نجابت بلند قله های پنج شیر؟ کجایی ای نجابت بلند قله های پنج شیر که غارغار آن کلاغ پیر دوباره سر گرفته در بساط کشتن سرود و سر و چامه و کتاب ها. تمام چشم سال ها، تمام جویبار ها و سرو های رسته در میان دره ها و قله های سبز عشق شکسته می شوند در هجوم کینه شبانه سراب ها. اگر تو نیستی کجاست آن روانی زلالت قیام تو؟ اگر تو نیستی کجاست آن شکوه آتشین پیام تو؟ دگر گذشته از سرم تمام. کجایی شه سوار دره های پنج شیر؟ کجایی سر بلند استوار کوه من؟ کوه من که بعد آن طلوع ناگهان تو و بعد آن غروب جان فشان تو تمام آسمان خانه ام پر است از غریب و ماردوش مست نوش می کند پگاه 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 شراب خون تازه از گلوی آفتاب. تو از کدام آسمان به سوی این دیار خسته سرزده؟ تو از کدام کهکشان به دربهای بسته در زدی که کار بستن جوانه ها برفتن تو ناتمام؟ به سوگ سرخ لاله ها روان خون چکان من پناه به انفجار سرخ میبرد. به چار راه جبری سیاه انتخاب ها. کنون گذشته از سرم تمام آب ها و دشنه ها به استخوان من رسیده اند. نشستم به میزبانی تفنگ و ماشه و خشاب. دگر گذشته از سرم تمام. این داخل میشه میگرد یه بنام از سفیون هست. سفیون یکی از رهبر های جمعی از جمعی افغانستان برم سیدن رای ما زادگاه آقای ایمان دیگر ماویل جمعی از جمعی افغانستان بیده زادگاه نوایی. بیشتر این مردم هنوز هم مهاجرن به خاطر دیگه وقتی که پیروزی اول مجاهدین میرو بشه و علاقه بیام آدم به کشور تا باید بخانه که دیواره شعره طالب ها که پیدا شد باید بیشتر این مجبور شدن که دیگه معتبری شد. 16 سال باید از این پیروزی میگذره هنوز این هایت باورمندی هم. ولی اینجا شما بینجا اگه باق بوده که در این گذشته اینجا های خراب شده صاحب این ها فیلن نیم چون مهاجر هم تو خطر هم نیست باور من نیم که دوباره گویا پس همیت این انقلاب یا جنگ خانه به خانه و افغانستان در نگیره.
خاطره که دروغ دل بسته ندارم به این کشورا بر نه بشه که تیر میکنن خصوصا یوبریس می ایران برای مهاجرت بجره خصوصا یوبریس می ایران در برای مهاجرت بسیار کشور سخت کشوه این که نهایتی تا صرف دوازه با اگه بتونن این بابا چون تحصیل کنن بعد از دوازده دیگه پانتینا رو ندارن بازم این بینم بیشتر رو به اون رقم بدبختی و رنج و مشکلات همه گیمی رو تنبول میکنن که به خاطر دید باورمندی ندارن که اگه به افغانستان دیم باز بی روزمره گفایی که میشنوم که دوباره جنگ خانه به خانه به افغانستان نشه یعنی داخل همی محل که ما داخل یعنی کوچه ها یعنی کوچه و آقا اینا همیشه مورد تحقاز دشمن قرار دیش مجاهدین دیگه بسیار مبارزه های خوب کردن بیشتر این خانه که جوری شما از اینا هنگی بمباردمان شده یا با سلاح صغیر مثل موشک و چلویه ها وارد حمله قرار گرفته و همین محل خاص همین محل این همین زادگاه آقای ایماد از محل اینه دو هم که از این خانه خودشون هم فیلن اینو پای تحت کشور زندگی میکنن با خاطر مریضی که دارن فعلا خارج از کشور هستن در بدم اتسه کوکا هست این دره باید شما دیدیم این خونه رو برو اینا این هم از اثر بمباره نیشه تو امو بالو نیگه تو خونه بدک بله نه باشه آقای رزاده سلام خوبه بخیره سر شما خوب آقای رزاده بخیره در بیشم هر شما تماس که استفاد می تلیفون نوالی هست خوب بالا نکده گوشی خوب بله ما فعلا در قریه صفیانه که بیشتر به شما گفتم زادگاه یک از این رهبران جهادی ما به نام آقای سید نورالله ایماد است و اینا که هستن کاکا وسیل خان یک از قماندان جهادی مانن که بعد از اینکه مجاهدین به پیریزی رسیدن تفنگ کنار گریشن یعنی به شغل کشاورزی شروع کردن این طرف که ببینید پایه اینا اینا هم خانه سابقه کاکا وسیل خان میده که توسط این جنگنده های روسی اینو بمباردمان شده که هنوز به این شک هست به خاطر که از اینکه یه از پدران نیکان بیده که بسیار اینا گل زیاده داره اینو جای بولدیزر یا گلیدر هم نمیده کم کم مشغول هم خونه جور میکنن این بسه میدرم ولی این پینه که میخوام ما این شفته میکنیم که این بالا این شفته میبینیم این دین پینه اون تایره رو میده این کار میکنن که کن کن و دوباره پس بتونن اینا رو ترمی کنن و بسازن اینا در امو گذاشت ها چیز هم اینا دامداری دارن فعلا یعنی این کار کشاورزی هم ایده اینا که پیش میبرن باز به این وقت یک کشاورزی دیگه نوع رو دست آمده برای ما مردم به نام زعفران که بسیار رشد خوب داره در ولایت هرات
باز از صبح کاکا بیشتر سوال کردم کجا بودیم، گفتن دنبال این کار زعفران بودم که به این وقت فصل هست که اونا رو جابجا میکنن، پیاز از اونا رو میشه کشت به زمین. یعنی گوار هم دارن که بخاطر از اینکه هم چند نفر اینجا به کار میفته، چون خود اینا فعلا اینجا زندگی نمیکنن، یعنی کسایی که برای از اینا روی کار کشاورزی هم کار هستن برای از اینا زندگی میکنن، خود اینا بخاطر که بچه اینا بزرگ شده درس میخونن داخل شهر، هم چون بچه اینا با پانتونه و میخاطر اما بودن در حدود 60-70 نفر به کار کشاورزی و پیش از اینا مشغولن که چی زمین از خود از اینا چی تعدادی هم زمین از کسای کردگانی هم مهاجر هم به اجاره بردیشتن که هم زمین از اینا آباد شه، هم لقمه اینا رو بگیر از این مجاهدین بیه و اون خاطر یعنی سرپرستی کار اینا رو اینا بکتا بر خود جانه بسید صحبت کنه که بی رسمت تا پول هاشمی رفتیم و منطقه دیدیم و وقتی که به این منطقه داخل شدیم، این منطقه گفتم منطقه صفیان است که بیشتر هجوم به دشمن برای منطقه بوده رواشان و صفیان و می اکثری غریا حتی که این سمت ما خواه چار زریدار بو وقت معروف بود که بویا تانگوهای زرهی دیشتن، بیشتر چند دیری دیشتن و سوای سگری بسیار دوربر دیشتن که این منطقه همیشه زر آتش دشمن بود. بازی دوستایی که نگاه به جمع خدم و شما شیشته هستن دیگه کاکاقادی خان دیگه نعمت الله هست سایی دوستا که هستن اینا بیشتر اینا مردم های هستن که در این مناطق زندگی کردن قدیه اینا و اینا نمی از عمر خود از جوانی تا می ساعت به خدمت این مردم و دیار خود بودن که اینا اگه باره پیرموارد شدن ریشه اینا سفید شده حتی که ما به جهاد آمده اینا هم یادم های بزرگ بودن این وقت ما با چا خود بودیم که خدا از اینا هم را شدیم چیزایی که ما بیشتر یاد گیستیم از این بزرگا بوده که اول یک صمیمیت خاص بوده بین همه گه عذاب و مجاهدین یک دوستی بسیار خوب دیشتن این فرق خاطر منه که ما به نام شاهزاده یک زیارتگاهی داریم اینجا بالا از او یک پسته بود در دشمن دو وقت زمان یک بچه بود امرای ما به نام حمیدالله بعد هم شهید شد بیچاره به اون وقت زمانی مجروع شده بود بزر از پسته حمله کردیدیم چند نفر دیگه یعنی از دوستا یعنی به وجود چهار نفر دیگه هم مجبور شدن به شدت که تا امور بتوستن دیگه بیری کنن. سلام علیکم. اوز از صمیمیت بین اینا بود که ایجگاه مسئله قیومی و ایسا مطقه نبود که تو از چی قیومی یا تو چه کاره یا از کجایی، فقط یعنی به خاطر خدا و وطن و همین مجاهد گفته همه همدگر به آغوش میگیرستن بسیار همدگر دوست داشتم. ای که سطح رهبری با چی کارهایی کرد او بسی جدایه. ما همین دوستایی که دوی روی ششتیم من از هم یاد نیرو خوبتر بودم وقت زمان که وزی غریا و وزی منطقه آمده بسیار آدم خوب بچه سند حداقل که خیلی بزرگ بودم تر سند 18 سال بیشتر نبودم. چیزایی که ما یاد گرفتیم، چیزایی که دیدیم از این بزرگا مختیم ادب، معاشرت، دوستی، برادری فعلا دیگه بیشتر شما ما یک سوال کردین که مسئله لبز و لیسان و یا قومیت هنوز به ولایت هرات حکم فرماید. من به جواب شما گفتم نه، نه به این معنا که واقعا این مردم هم درد کشیده هم مردم فهمیده و رسیده به اون خاطره که این چیزا کم اینجا دامن زده نسبت به ولایت همجوار مثل فرا، مثل ولایت نیمروز، مثل بادغیس نسبت به او ولایت ها ولایت هرات به چیزا خیلی مردم پابند نیم که تو کینی و این چیه هم من تا اون حال
بیشتر اگه دیستای خدمه بیدن اینا نمیشن دیگه چی قیومن خود به از دقیق رو سر میکن مثلا یک آدم ولیزی بیده یک نورزهی بیده یک فرمان بیده حال اگه تخلص که پیدا میشه میدونه هر رو تخلص اینه بیدن که چی قیومیت بیده در این وقت زمان دیگه باز کوکو هم صحبت میکنن کوکو قدیر هم صحبت میکنن این کوکو دیگه ما هم صحبت میکنن اینا هم برای شما میگن که این چیزایی چه مطرح نبوده بینه واقعا بخاطر وطن بخاطر مردم و بخاطر همه دیانت رسینه که گویا روسا اونا کشور ما را اشغال کردن باید ما با این مبارزه ادامه دیم به اون خاطر بود که همه گو بیک قمنده واید و دست به دست هم دیگر توانستن که به جلو یک ابرقدرت بزرگ منتشر روسیه به نام ارتش سرخ استادگی کنه اگر همه اخوات و صمیمیت نمید فکر نمی کنه که او کسی رو تن استادی کنه ما یک تاریخ زرین داریم به نام مبارزه یا مجاهدت خب مجاهدت به این معنی که در اول انقلاب وقتی که مردم ابو رژیم وقت نخواستن حال به دلیرهای مختلف نو از این بیده که اول این بزرگار اون رژیم بگیسته مثلا یا سید بیدن یا ای که ملا بیدن یا بزرگ مردم بیدن اونا رو به نو شبانه بیرون میکرده و میبرده شهید میکرده دیمی که باز حرکت به نام 24 بود انجام میشه که به زور حرکت به قول امروی که بودن یا ما از بزرگ رو شهیدیم 24 هزار نفر امروی شهید میشم حالا ما 24 هزار این جمع قید میکنیم یعنی دقیقا امی 10 هزار امی 10 هزار رو دلیه هم به جزب مجروعی نمیگیریم شما امروز این مردم را از جای مختلف نوی دعوت میکنه به یک محفل باشکوی هیچ کس نمیتونه که امون 10,000 نفر تکمیل بیا به محفل نون بخوره نون هم برای اینجور کرده تا ما چیز که پس بفنه که این انقلاب یک جنبه مردمی دیشته و انقلاب هم خودجوش بیده و از این راهی که ما رفته میده اخبا احساس ندامت پشیمونی نمی کنه که چرا ما جواد کردیم چرا ما بیترین عزیزا خور از دست دادیم با خاطر دی که همین روی ما روی حق بیده خود شما میفهمید که به هر ایلتوایی و هر کس که بیده به کشوری که تجاوز شه او در مقابل متجاوز استاد چه او کشتش شهیده به همو ارگیده ما پابان بیدیم این گونه سر به زیر شدن حق ما نبود در دیده ها حقیر شدن حق ما نبود حق ما نبود حق ما یا مرگ با گلوله و یا مرگ با انتحار این گونه ناگزیر شدن حق ما نبود حق ما نبود حق ما نبود ای خاک نامراد چنین زود و ناگهان زار و زهیر و پیر شدن حق ما نبود گذار پیچ و خمه سخت راه ها کرده مسیر شدن حق ما نبود ما مهره های عرصه شطرنج نیستیم بازیچه امیر شدن حق ما نبود بوزینه و غلاق و هفتون شغال نیز بر ما چنین دلیر شدن حق ما نبود
الرحمن الرحیم. اسمم بسیر احمد، ولد میرخان، ساکن قریه صوفیان. حدوداً 14 سال جهاد کردیم، جهاد فی سبیل الله. بعد از 14 سال جهاد به سال 71 پیروز شدیم. پیروزی ما به نوعی بود که مجاهدین همه یک دست بودن و یک پارچه بودن و فرق بین دولتی و مجاهدین و مثلا به هیچ نوعی که مثلا شما از هر نوعی که نگاهی که فکر کنیم که فرض مثال ای قوم چیه و ای قوم چیه و ای قوم چیه، حتی ما دوستای داشتیم، رفیقای داشتیم که وسط ما علی تشیع بودن، ما علی تسنن بودیم، اونا علی تشیع بودن. ما نمیشناختیم، فکر نمیکردیم که علی تشیع یعنی چی، علی تسنن یعنی چی. ما همه یک پارچه جهاد میکردیم، جهاد ما جهاد فی سبیل الله بود. به جایی رسید که ما خودم 4 بار در این انقلاب زخمی شدم، 4 بار ما خودم مجروح شدم، زخمی شدم. خب به یاری خدا بازم فلان سلامتیم، البته اوتم سلامتی نیم امال اگه نسب آدمیم، یعنی نسب تنیم از خودم نیم امال بیهسه رو همی حساب. بعد از او پیروز که شدیم، دولت مردان دیگه رابر صاحبا و کرونا و اینا به هم نساختن و جنگ قومی و خانمان سوزی در کابل و در دیگه ولایت ها در دادن و ما مدت مهاجر شدیم. بعد از مهاجرت که برگشتیم بیامدیم هم سرمی کار پدری و دیغنی و کشاورزی خو که حالی هم شما به چشم سر میبینیم، مشاهده میکنیم. ما دیتا گوی داریم و دیتا گسپند داریم و سرمی زمین ها خو کشت میکنیم. حالا کم چند سال میشه که امی زفرانکری رجوع شده و به حساب فلان ما داره همی میده میده ادامه میدیم و اقدر توانی هم نداریم که ما مثلا زفرون بخریم. زفرون همی فلان من 1400 روپیه، همی فلان من 1400 روپیه پیازیو اقدر توانی هم نیه که ما مثلا به یک جریب زمین ما 2 خروار زفرون بزر میکنیم، به 2 خروار زفرون نگاه کنیم بالای 2.5 لک روپیه هزینی هم میشه، پولی میشه که ما اورم وضع ما نمیشه، نمیرسه و پولی را به دسترس ما نداریم. این تا پولی هم الان همی هستیم دیگه، همینجوری کشتکار میکنیم، پته ایم بیاد خدا دیگه. خب چی باعث شد که شما بعد از پیروزی مجاهدین و بعد از رفتن روسا از کشور ما تفنگ گذاشتیم؟ خب دیگه دولت شد، قانون شد، ما گفتیم که دولتیه، قانونیه، ما بعد سلاح خور بعد گفتم بدیم، شما بی سواد ایم، سواد ندارین، مثلا بعد اردوی تشکیل شه، بعد از طبقه جوان بیایه، از طبقه باسواد بیایه. علمی تگه پا شد دیگه، ما گفتیم خوبه، مشکلی نداره، ما تیپ ما خون نستن به رضایت خود پس دادیم بدون از این که بله فشاری باشه. بله ها، بله. خب وقتی که دیدیم که چه بقیه مجاهدین نگدیشن، دوباره فکر از این نفس دادیم که دوباره فعلا مجاهدینی نیه که تفنگ داشته باشه. خیلی تک توپ گیوام در داخل دولت که اگر باشه گیوام وظیفه دار دولت باشه هسته. ما به همین دخو 86 نفر یک گروه مجاهد بودیم، به 86 نفر یک گروه مجاهد ما یک نفر که او هم قماندانه، او فعلا به دولت صلاح داره. دیگه همی 85 نفر دیگه به دنبال چیزی که کشته شده، چیزی که زخمی شده، اونا که به سر جا خو همی یک نفر از این 86 نفر فعلا به دولت کار میکنه و بگیره. در غیر از این فرد ترمان مجاهدین دیگه همی کشت و زراعت اینا همی کشاورزی. این دقیقی شما چند نفر اینجا زندگی میکنم و چون شهید دادیم به دوران جنگ؟ ای به همین دوران جنگ ما، یعنی از اونایی که دولت برده و تا اینایی که به حساب شهید شده و اینایی که معلول داریم، بالای 400 نفر، 500 نفر ما شهید و زخمی و معلول داریم. چند نفر زندگی میکنن اینجا؟ تقریبا 3000 خونه. یعنی هر خونی نیه که نباشه، امکان نداره که نباشه.
اصلا اوی که مجاهد بده که هیچی که همی بیدفاع ممتنه همی بیدفاع بمبار شده زن بچه خود کلون همه شید شده به دوران طالبان به این منطقه شما چرا؟ به دوران طالبان ما نبودیم به این منطقه به دوران طالبان همی تا که ما شنیدیم زورگویی های بوده مثلا حق حساب طالبان میگریفته از این مردم چیز میگریفته پول بسیج میگریفته چی به ایران بودی چی به افغانستان بودی همه قوم تو اقوام تو باید به زمان طالبان پول هم یک نفر که از این فامیل تو به افغانستان بود باید همه نفرهای هم که به ایران بود کل پول همه بسیج باید همه نفر به اینجا میداد به طالبان مشکلات بریدیم اینجا حال وضعیت اینجا چرا هم رزیم وضعیت کشور چرا هم رزیم نه همی امال اکم رزینیم همی امال اکم رزینیم از این دولت هم امال رزینیم چرا رزینیم امنیت نیه امنیت نیه زمان ما رزی میشیم که امنیتی به وجود بیایه همی امنیت که باشه در هر کجا تروریستی وجود نداره وقتی که تروریست بود به اون منطقه امنیت نیه دولت که حال خود نگاه میکنه تروریست میگیره انتحریر میگیره اون نمیباره که مثلا اون اعدام کنه اون چارتای ببینه کار به سر بکنه میباره بده از این در میبارم از این در پس آزاد میشه میره باید کار کن ما یک مطلع میگیم که مثل که کوخ پله بری دهه بخوریم همین هایی که شما میبینیم هر کدوم مثل کوخ پله دهه میخوریم هیچ کدوم ما همحال ایت یقین کامل صد در صد نداریم که ما از همینجا توبم خونی خوب که یا 9 بجی شب بریم یا 10 بجی شب بریم زنده به سر بریم یا نریم مشکلات دوزی و اختطاف اینا همه چی موتور میگیرم دوزی میکنم سر را میگیرم اختطاف میکنن معلوم نیه که اینا کی هست از کجا میایم چکار میایم یکم در اصلی و باعث همی کارا همی میشه که اقتصاد نیه فقر بیچارگی دربدریه یکم اقتصاد همی اقتصاد اگر باشه اگر شما سر باشیم من سر باشم هیچ وقت نمیریم دزدی کنیم هیچ وقت نمیریم جلو را بگیریم تا صنف نو بعد از صنف نو چیکار میکنم؟ بعد از صنف نو ما مستیم همین مکتب به حساب لحسه کنیم خیلی هم دنبالی بدویدیم که همین لحسه شه بازم نشد به واسطی از این نشد که گفتم به ملدون مثلا لحسیه مثلا به تلو لحسیه به پول رواشون لحسیه هر مکتب مثلا چند کیلومتر باید از هم فاصله داشته باشه هر چیز زدیم کمی لسه کنیم به واسطه از این که همین دخترها خصوصا حال بچاک مهم نیه بچاک میرن همین دخترها سیاسرها تا صنف نو که میخونن مجبورم برم به خونه بشینم درس خور ادامه نمیدم چرا که را دوره تلو برم تا بیایم را دوره به ملدون برم تا بیایم همچنان به این مکتب اسمال خان برم تا بیایم همچنان را دوره هیچ کس هم رزی نمیشه که دختر خود به سن 15 ساله 14 ساله او به تبار یل کنه یا اگر یلم نکنه که بره بیایه مگر اون یکی معذب باشه خودی بره خودی بیایه چرا که نامنیه ما خود من سال 55 بود 66 بود ما خود من زخمی شدم به سال 66 تا به همی این حال ما که از طرف دولت یا از طرف مؤسسه یا از طرف یک ارگانی ما که تو حال ندیدم چیزی همینو هر کدوم ما که نگاه کنیم همیده مجاهد که شما میگیم مجاهد مرتبه اولیار داره ما کاش که در راه جهاد کشته شیم کاش که ما در راه وطن که خدمت کنیم کشته شیم ارمان ما همونه، خواست ما همونه و که وطن حکم مادر همه داخل اگه انسان مادر ندیشته باشه میشه بزرگ شه انسان وطن هم که ندیشته باشه مشکل داره دوران
نوبت خود بادقیز فرا نیمروز اینا از بسیار بی‌نظمی و بی‌سامانی های خاص به وجود آمده بود در این منطقه و خود ولایت هرات به خاطر از اینکه عفو عمومی اعلان شده بود بیشتر کسایی که در دولت گذشته کار میکردن اونا بودن اونا میتونستن برای ما آموزش بدن یاد دهی باشن ولی در کنار از اونا شبه‌نظامیان به نام ملیشه که در دولت وقت زمان بودن اونا باز دوباره یا برف کشورهای همسایه دیگه بالاخره دست به این زدن که در داخل هرات یک خشونت دوباره به وجود آمد که جنگای خانه به خانه دوباره پس درگیری با اونها چند نفر به داخل از این موتر سوار پنج نفر گوی نماز اجباری بود یا مثلا اگر کس ریش بلند نمیدیش او مورد لتکوب قرار میگرفت یا افغانستان داخل شدن مردم دیگه هیچ چه ندشت باشن برای گفتن برای از اونو چون بس کنی در بیارن و دیگه شکست خورده برگردن بعض از این فکر هستن که گویا انگلیس ها که افغانستان آمدن تصرف طالب بود شما خود شما به جریان بعضی که برجای دوغلوی تجاری و ایده خود رو برای از اونو پیاده کردن که ما روی از این برنامه برای شما کمک میکنیم و افغانستان میریم بعد از چند وقت که دولت موقت بود رهبران جهادی کشور مصطفی تشه و پلیس افغانستان او هم نه به صفت معیاری تا حالا که ما اسم خود یک از این دولت مردان هستم که فعلا وظیفه دارم و این دولت کار میکنم منتا بیشتر که کاکو گفتم از این نظام فیلی بود تر باید شاید رزینیم چرا؟ که حقوق بشر چیز خوبیه باید حقوق بشر در همه جا راحت شه چیز خوبیه منتها یک آدم جنایتکاره که ما به سخت‌ترین شرایط دستگیر میکنیم او به پنجه قانون میسپاریم وقتی که به ارگانهای عدلی و قضایی کشور میره به قول از اینا که پیشتر گفتم از این در میره از این در بیر میشه اینا هم بود ضرب المثل و صحبت ها خود از اینا بود که همگی مردم افغانستان رو میبینن و اینه که اگر دولت ضعیفه به معنای این که مردم فعلا با دولت همکار نیم چرا همکار نیم؟ حتی که قوای قضایی ما او آدم را در مقابل یک چیز ناچیز پول او راه میکنه بوده که او همسایه به خدم همکاری نمیکنه که او راپور یا گزارش خور بده و مقامات زیرسلا که او همسایه خرافخور از او دستگیر شه میگه این شاید به مدت بسیار کوتاه پس راه گردد بعد که راه گرده او باز همو دشمنی یا همو کینه و عداعت به بین ما جاری میشه و به خاطر همین گفا که فساد اداری گسترده شده مردم با دولت همکار نیست و این که مثلا ولایت هرات یک ولایت کلیدی افغانستان است که در دو مرز بیرنبری استوار یک در مرز ترکمنستان و دیگری در جمهوری اسلامی ایران به این خاطر ما در سطح رهبری ما جناب امیر سید اسماعیل خان بودن اونا فکر اندیشه این بود که باید دولت به شکل معیاری در مثل دولت های گذشته مثل داوود خان ظاهر خان و همسار از این که نمو تشکیلی نبوده یا همو رابردی نبوده به اون شکل قرار گیره از جمله از این که باید سرباز مکلفیت باشه در گذشته افغانستان دولت خوبی داشته که از کلی مکلفیت بوده و تا کسی که به سن 18 سالگی میرسیده باید می آمده به دولت خدمت میکرده در مدت دو سال و سه ماه او وظیفه از ختم میشده و از طرف دولت ای بیده که به نام ترخیص یک چیز دیشته که او باید میتونسته توسط از او پاسپورت یا همو گذرنامه بگیره در کشور را سفر کنه یا حتی ازدواج نمیکردن تا کسی که از کلی خود نمیکرده پلیس که در داخل شهرها ایفای وظیفه میکنن 2500 روپیه معاش میدیم باز در ارتش که هست یک نیرو داریم به نام کماندو که در حدود 25000 افغانی معاش از اینا شما پس این ببینید که این باز همین نیروهایی که اینجا آمدن نیروهایی که در رأس قرار دارن مثل کشور امریکا و انگلیس و سایرین اینه که ماین که کسایی که در دولت سم دارن یا دولت مردان یا سطح رهبری ما همیشه اونو از اونو اطاعت کنن چرا؟ همین پولیسایی که ما دیدیم این پولیس خوب نیست چون کشور ما
فعلا اگه چیز معدنیاتی هم داره استخراج نشده که کارخونه چیز آید باشه، آید دولت آید خاص داشته باشه نداره، به خاطر از این نداره که فعلا هیچ کارخونه یا چیز ما نداره که روی کار باشه، یا چای نفت داشته باشه که ما بتونیم نفت در کشورها صادر کنیم یا اصلا به داخل کشور خود رو به فروش برسانیم. پس این معاشه که ما برای سرباز میدیم بسیاری گزاف سنگینه داره. اگر این پیمان ناتو در دست امریکا هست خدمه هم پیری نکنه، بزودی دولت متلاشی میشه و دولت از بین میره. به اون خاطر امیر اسماعیل خان پافشاری دیشت که روی موضوع کارشه. خب نشد و این بود که با جنگای ذات البینی رای افتاد. باز در می اواخر در عصر دموکراسی در جامعه پیشرفته تعداد از مجاهدین شهید شدند، از سپس امیر اسماعیل خان با صفت وزیر تعیین شد و از این سرزمین رفت. و در حال حاضر هم که میبینید شما پروژه‌هایی که ماست پشتکار بشه با ولایت هرات اونچنان که برادر مجلدتر گفتن نشده، بازر پول که در افغانستان آمده هیچ کار به نفع هستند به کشور نه تنها در هرات در سایر ولایت هم صورت نگرفته. ای که ما به سر از این که جهاد یا مجاهدین چی رقم مردم های هستند به او چیزی که فیصله شده بود او فیصله خاص اینو قبول داشتن، دوباره دیگه به این نظام فعلی اونا هیچ جایی نداشتن. چرا؟ ما فعلا به این نظام از 18 سال تا نهایت 30 سال سن داشته باشه ما میتونیم بور به پولیسه بیارین به صفت سرواز بگیرین او هم عجیل. ما امکانات که برای ما نیروهای بیرونمری داده خوبه، مثلا طرف از اینکه موتورهای لنجر داریم ای بی سی ما امثال از این چیزهای داریم میتونیم راهکارهای خوب هست، اما ای که کس انگیزه نداره در مقابل وطن خود صرف بخاطر این چیز ناچیزه که برای معاش میرن او بیامده به پولیس آمده، پس وقتی درگیری میشه چهار تا طالب نوا یا چهار تا دوست که سر را میگیرن او ابو موتر لنجر حاضر راه کنه. چرا؟ بخاطر اگه مبارزه کنه امکان داره کشته شه. به او خاطر که او از همه چیز معلومه به او معاش افتتاح کرده که او معاش زندگی از او تامین میکنه، میگه سر بود چون برو معاش خور بگیرم. باز امون نیروی مجاهدین هستند که در نبرده ها روبارو با دشمن میرزمن میجنگن شهید میشن، چون به او یاد قدیم و اون با فادری که با وطن دارن میجنگن. باز ما همین پیشنهاد ما اینه که اگر دولت مردای کشورهای خاص که در افغانستان هم اگر نیان سر مسائل امنیتی افغانستان بس جدی نکنن، امکان داره که کشور دوباره به چالش بسیار بزرگ دوچار شه، به خاطر اینکه کشمکش‌های داخلی مثل همین سابق وقوع پیبنده که حتی جنگ خانه به خانه امکان داره صورت بگیره. پیشتر کاکا برای شما گفتن همه گی مجاهدین برای دفاع از وطن آماده هستن، اما ای که حداقل سوق اداره اینیه که اونا رو بتونه سوق ده به این نظام جابجا شن، که اینا کسایی بیدن که بیش از چند دهه مبارزه کردن چی در زمان روس ها و بعد از روس ها که تجاوز آشکار پاکستان بود که طالبان اکبار میکرد و اولین کشور که اونا به رسمیت بشن باز هم پاکستان بود. این مردم آمدگی خاص خاطر دارم، اما ای که باز به این پروسه که تر شده اینا برابر نیم بی خاطر فعلا فقط نظارتگرم و از دور نگاه میکنن و هیچ گونه سهم مجاهدین ندارم. این پروسه اگر هستن به چای اینا هست به نواسه اینا هست برای خود از اونا به صفت بسیج یا دیگه اگر جمعوری شه یا همکاری با دولت یا خیزیش های مردمی شه خیلی خوبه. ما در گذشته که جناب امیر اسماعیل خان به ولایت هرات بود امی آیده که از گمرک ها به دست این آرد میرسید بتونستن کارهای به هرات بکنند، مثلا مجتمعی جور کنند به نام مجتمع ولایت میگم اون که بسیار کار خوب بود، چون
تعمیر به نام سارنگولی نداشتیم، محکمه نداشت و سایر اداره های زیسترهایی که فعلا کار میکنم مثل بنیاد شهید و امثال از این، اینا هیچ کدوم جای خاص نداشتم. اون جا و تعمیر رو جور کردم، از جمله یک سالون جور کردم برای گردهمایی ها، برای بالاخره محفل هایی که در مناسبت های مختلف نو گرفته میشه. تقریبا در 2000 خورده نفر جای دارد و همچنان شرک صنعتی.